خب وبسایتمون رو که بخوایم تعریف کنیم چند تا نکته وجود داره اینکه بیس وبسایتمون روی طیف رنگی چی میخواد باشه مثلا این دیجی کالا لوگوش میبینید قرمز هست یه سری المان هایی که توی وبسایت استفاده شده رو آورده با رنگ قرمز یا سرخابی دوباره میان پایین تر اینجا دوباره بیشتر از رنگ قرمز استفاده کرده میان پایین تر اینجا قسمت تخفیفات رو دوباره رنگ قرمز زده این خط زیرش اون تایمری که پایین هست و بیس رنگیش روی سفید و قرمز هست اینجا دوباره به همین صورت و این حتی این لوگو قسمت پشتیبانش هم قرمز زد و یعنی روی بیس سفید قرمز اومده کار کرده شما وبسایت دیگه هم میتونید ازش ایده بگیرید مثال میزنم من ژاکت رو میزنم قسمت ژاکت که برم توی بخش قالب های وردپرس قالب های وردپرس شما میتونید یه سری قالب های وردپرس اینجا ببینید ازش ایده بگیرید مثلا من میزنم قالب شرکتی حالا فروشگاهی هم نذاریم همش اسم دیجی کالا و اینو میاریم مثلا میزنم پرفروش ترین ها خطا دیگه این پرفروش ترین ها تقریبا بهترین ها هست حالا نه حتما حتما ولی خطیت داشته باشه مثلا ابرازه یه دونه خالبه که من مثلا من میشناختم روش کلیک میکنم و شما میتونید خالبه رو پیشنمایشش رو بزنید پیشنمایشش رو ببینید از اونها ایده بگیرید تیف رنگی خشنگیش از چه فانت های استفاده میکنه منوها رو چجوری ترهایی کردن اینجا پیشنمایش رو میزنم خب یکم میام پایین تر اینجا مثلا قالب های مختلفی داره من هر کدوم دوست داشتم روش کلیک میکنم مثلا این اومده با بیس رنگ صورت اینا استفاده کرده یاسی استفاده کرده اینجا تقریبا زرد و سفید اگه اشتباه نکنم روی این منظورمه حالا هر کدوم رو دوست داشتین کلیک میکنید و باز میکنید اصخایی میکنم این اومده به این صورت تحریه کرده حالا میتونید این همین رو بسازید میام روی این یکی این یکی هم به این صورت اومده تحریه کرده حالا یعنی این روند الیمنتور رو اگه یاد بگیرید کامل به میتونید همین صفحه رو توی کمتر از دو ساعت سه ساعت به راحتی آمادهش کنید خب من برمیگردم توی من دیگه کاری به اینا ندارم ولی جاکت رو در نظر بگیرید به عنوان این که میتونید ایده بگیرید بد نیست چون فارسیه بعد یه مکانی هم هست که شما این قالباتون رو طراحی کردی در آخر کار میتونید اینجا تجاریش کنید و بفروشیدش اینم از این من اینو قطع کنم تیجی کانم حساب باشه به عنوان یک ایده هست استفاده کنید خب کاری که انجام میدم این قسمت فروشگاه کلیک راست میکنم این اوپن لینک رو میزنم و که وارد وردپرس ادمین بشه خب اولین کاری که میخوام انجام بدم میام قسمت افسونه ها افسون رو افزودن رو میزنم یه دونه افسونه نیاز داریم به نام ویراشگر کلاسی اینجا به فارسی حالا خودش توی قسمت ویژه ها یا محبوب ها حتی آوردتش خب وقتی وارد قسمت افسونه ها شدیم ویراشگر کلاسی که اینجا وجود داره خودش به صورت اتوماتیک هم وارد اگر نمیتونید اینجا جوش کنید من این رو نصب میزنم بعد از اینکه نصف شد از سکنت های نصب شده اینجا میتونم فعالش کنم یا تیکش رو بزنم بیام اون قسمت فعال بزنم اجرا خب فعال که شد این ویرایش کرده حالا متوجهش میشید که کجا به دردمون میخوره نگاه کنید این صفحه ما بخوایم تر کنیم که در از صفحه اصلی باشه یه برگ است این قسمت برگه ها افزودن جدید رو میزنم صفحه اصلی یه دونه برگ است اینجا می چی می زنم صفحه اصلی صفحه اصلی که زدم اینجا انتشار رو می زنم خب دوباره بر می گردم میام توی قسمت همین برگه ها اینجا یه دونه برگی به نام صفحه اصلی اضافه شد افزودن جدید از اینجا یا از اینجا می روش, روش, کلیک کنید یه صفحه دیگه درست میکنم به نام درباره ما انتشار رو میزنم افزودن جدید رو میزنم یه صفحه دیگه درست میکنم به نام تماس انتشار رو دوباره میزنم افزودن جدید اینجا میزنم سوالات متداول بسته تا همینجا این قسمت همه برگه ها خب اینجا چند صفحه رو که ساختم اینجا وجود داره اوکی خب حالا میام توی قسمت تنظیمات رسانه ها گفتو خواندن رو میزنم توی تنظیمات میگه صفحه اصلی شما چه چیزی نشون داده بشه به صورت دیفالت اینجاست ولی شما چیکار کن اینجا بزن روی یک برگه یک تا صفحه نخست تنظیم بشه روی صفحه اصلی یعنی همون برگه که ما ساختیم و اینجا ذخیرش میکنم خب برمیگردم توی وبسایت ببینم چی کار کردم من یه صفحه اصلی برگه ساخته بودم میبینیم که تغییر کرد به صفحه اصلی حالا برمیگردم میام اینجا میام قسمت برگه ها همه برگه ها میزنم صفحه اصلی که اینجا وجود داره کلیک میکنم ویرایش با المنتور میزنم الان میخوام صفحه اصلی رو بسازم در اصل یا ویرایش کنم زدم ویرایش با Elementor این رو در نظر بگیرید یک صفحه ساز این Elementor مثال میزنم ما میتونیم روی این علامت رو به اضافه بزنیم میگه چیدمان شما به چه شکلی باشه میخوایم دو تا ستون یه ستون داشته باشه سه ستون داشته باشه اگر سه ستون ستون وسط مثلا 80 درصد بگیره 10 درصد 10 درصد, 10 درصد این طرف شما هر قالبی رو که دوست داشتید براش در نظر بگیرید و میزنید حالا مثلا من این دوتایی رو میزنم روی این الان یه یه ردیف درست شد که دو تا ستون داره دوباره روی این علامت به اضافه میزنم میتونم اینجا دکمه بیارم میتونم روی این به اضافه دوباره بزنم مثلا اینجا آیکان بیارم و حالا به همین صورت باشه یه بروزستانی میزنم میخوام یه ذهنیتی ازش به دست بیارین خب حالا برمیگردم تو فروشگاه ریفرش میکنم اون دوتا رو برای من آورد اینجا حالا اگه خواستم اینا رو ویرایش میکنم یا میگم که مثلا اگه روی کلیک شد کجا بره و چه اتفاق براش بیفته حالا این رو نمیخوام حتش میکنم و به روزستانی میزنم این تا اینجا حالا این صفحه اصلی علال حساب کاری ندار من میخوام یه هدر داشته باشم مثل این سایت دیژیکالا که توی این منو وجود داشته باشه و توی تمام صفحه ها تمام برگه ها و نوشته ها تکرار بشه الان توی هر صفحه که ما داخل این وبسایت دیجی کالا ما بریم این منوه وجود داره درست میخوام یه هدر درست کنم برای این کار چون هدر شامل چیه شامل منو هم هست اول میام توی سایتمون توی قسمت مدیریتمون از قسمت نمایش ها قسمت فهرست میزنم فهرست اینجا به معنای همون منوه روی فهرست کلیک میکنم اینجا میزنم گفته نام فهرست من میزنم منو اصلی اوکی منو اصلی باشه و ایجاد اوکی ایجاد شد حالا از قسمت برگه ها اینجا دیدن همه داره میگم که صفحه اصلی جز این منو باشه تماس با ما جز این منو باشه درباره ما جز این باشه سوالات متداول جز این منو باشه درست افسودن رو میزنم چند موردی رو که انتخاب کردم آوردتش و گذاشتش اینجا اگه بخوام چیدمانش رو عوض کنم مثلا قسمت سوالات متداول رو میتونم بیارمش زیر مجموعه صفحه اصلی اینجوری به بندازمش بغل بیاد اونجا تماس با ما بیاد مثلا اینجا حالات این حالت پلکانیش هر جوری دیگه دوست داشتم قرارش میدم من میگم چارتش می این حالت باشه ذخیره میزنم برمیگردم توی سایت یه بار ریفرش کنم ببینم اتفاقی افتاده نه واقعا بیفته اوکی خب برمیگردم میام اینجا اینو قطع میکنم نیازش ندارم خب شما همین صفحه Elementor اینجا نوشته فیرایش با Elementor روش کلیک میکنن اینجا که دیگه اوکی اگه بخوام صفحه رو تغییر بدم از این قسمت هست اینجا روی این منو همبرگری اصطلاحا بهش میگن کلیک میکنم یه تنظیمات سایتی اینجا داره روش کلیک میکنم توی این قسمت شما میتونید رنگ ها به اضافه فونت اضاف کنید به وبسایتتون و این فونتی که اینجا استفاده میشه و این بیس رنگی که داره اینجا استفاده میشه رو به کل بزنید به این تمی که وجود داره و که از اون به بعد از اون استفاده بشه خب اول میام روی قسمت رنگ های عمومی و کاری به فونت فعلا ندارم روی رنگ های عمومی وبسایت در از کلیک میکنم و یه بیس رنگی برای خودم اینجا درست میکنم مثلا میگم چی میگم رنگ اولیه وبسایت من مثل اینکه الان حالت سرخابی چی چی اینجا صورتی مانند داره روش کلیک میکنم و بیس رنگی خودم رو انتخاب میکنم مثلا میگم رنگی که من میخوام کل سایتم از این به بعد دیگه رو اون بیس بره قرمز هست اوکی یه رنگ دومش چه رنگی باشه مثلا رنگ دوم این وبسایت بیاد روی مثلا روی تقریبا این نارنجی ماننده متنش به چه رنگی باشه مشکی باشه شدت که الان اینجا آورده کاری ندارم میارمش مثلا روی تقریبا توسی روشن اگه بخواین به غیر از این رنگ ها از رنگ های دیگه استفاده کنید افزودن رنگ میزنید یه آیتم براش درست میکنید من اینجا میزنم مثلا همون موردی که نمیشه یا همون آیتم قشنگ تر آیتم یک آیتم یک رو این کلیک میکنم این دفعه مثلا مثال میزنم یه دونه دکمه داریم رنگش این رنگیه وقتی روش مصرف در اصل بهش میگن هاور شد مثلا یکم تیره تر بشه این برای اونجا میخوام یه دونه دیگه میزنم اسمش رو مثلا میزنم آیتم دو یه رنگ آبی مانند میزنن برای دکمه ها یا برای اون قسمت هایی که حالت اطلاعات داره یه حالتی که مثلا یه خواب متنی اطلاعات میخوام مثلا برای یه نفر پیغامی بفرستیم از این استفاده میکنیم آیتم شما به همین ترتیب هر آیتمی رو دوست داشتید حالا من دیگه نمیخوام به همینجا حسبش میکنم و همین تعداد رنگی که الان اینجا وارد کردیم و در نظر بگیرید به روزستانی میزنم خب تا اینجا داشته باشید میریم و برمیگردیم